فساد صدیقی و پسران و به نام زدن یک باغ سنبش 4 هکتاری در شمال تهران بحث اول در رسانه‌های اجتماعی بود و کاربران با اشاره به نمایش زهد و تقوا از سوی صدیقی و بهانه‌های امام جمعه که امضای او جعل شده نوشتند جمهوری اسلامی به واژه جعل هم خیانت کرد. کاربرها کار صدیقی رو دینخواری توصیف کردند و نوشتند که امام جمعه باید برکنار و در دادگاه و به صورت علنی محاکمه بشه. علی مشتری‌زاده واکنشش رو با این سوال شروع کرده: آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است؟ این حقوقدان در ادامه نوشته ماجرای آقای صدیقی و ضربه مهلکی که به تهمانده اعتماد عمومی خورده با یه شکایت عجولانه و مصاحبه چند دقیقه‌ای و یک طرفه تلویزیون رفع و رجوع نمیشه. اگه واقعا قصد شفاف سازی راهش ساده و روشنه، برگزاری دادگاه علنی. این کاربر به مصاحبه و واکنش صدا و سیما اشاره کرده و نظرش اینه که نه برکناری در کاره و نه توبیخ و تنبیهی. او در ادامه با توجه به صحبت‌های صدیقی در مصاحبه صدا و سیما که این اتفاق‌ها رو ضربه به اعتقاد مردم عنوان کرده، گفته این دست برخوردها ایدئولوژی و نقشه راه آینده نظام و هر گونه انتقاد و اعتراض درباره دزدی و فساد مسئولان نظام معادل حمله به مبانی اعتقادی اسلام و مستلزم برخورد با مشت آهنین خواهد بود. نویسنده این پست هم اینطور نوشته: به عنوان کارشناسی که بیش از 7 سال درگیر پرونده‌های کلاهبرداری بودم، کاظم صدیقی تنها مال باخته‌ایه که 1000 میلیارد سود کرده. و واکنش شروین حاجی پور که گفته یکی هم نداریم یواشکی 4000 متر زمین کنه به ناممون. و واکنش کوتاه و مختصر مدیر مسئول سرات نیوز، او پرسیده سوال شرعی: آیا زمین خاری روزه رو باطل نمی کنه؟ برخی کاربرها به عملکرد صدیقی در ستاد امر به معروف اشاره کردند که با دقت موارد بی‌حجابی رو زیر نظر داشته و می‌دیده ولی از این اتفاق بی‌خبر بوده، مثل این کاربر که گفته صدیقی از بانوانی که به تعبیر ایشون کم حجاب، با حجاب، بی‌حجاب هستند تار مویی رو می‌بینه و میگه ارتباط نزدیکی با امام زمان داره، اما خبر نداشت کلی زمین به نام ایشون زدن و ماهی 1 میلیارد تومان به حساب ایشون پول واریز میشه. و این واکنش مشابه نویسنده اون نوشته از دیدن سند و نقل و انتقال 4000 متر زمین در بیخ گوششون عاجزن، ولی 2 تار موی زنان رو از دور و با دوربین شکار میکنن. شمار زیادی از کاربرها هم در قالب طنز و کنایه انتقاد خودشون رو نشون دادن. این عکس رو کاربری منتشر کرده و در توضیحش نوشته من کاظم، پول لازم. محمد این کاربر گفته امضای صدیقی رو جعل میکنن، زمین میلیاردی بهش میدن، برای ما رعیت ها لینک میفرستن، سهام عدالتمون رو خالی میکنن، ما مثل هم نیستیم. و نهایتا این واکنش کاربری نوشته چه بخواین و چه نخواین، حضرت آیت الله حاج شیخ کاظم صدیقی امین و نور چشمی خودی هاست و ادامه انتقادات ممکنه منجر به سند زدن همه منطقه اوزگل تهران برای وی شود.